113 اثر از 105 هنرمند در دهمین حراج هنر تهران چکش خورد و در نهایت مجموع فروش 34 میلیارد و 403 میلیون تومان را به جای گذاشت. منیره فرمان فرمایان، هنرمند پیشکسوت با اثر آینه کاری و گچ روی چوب، با رقم فروش 4 میلیارد تومان گرانترین اثر حراج را ثبت کرد. اثر دیگری از همین هنرمند در همین سبک نیز با رقم 2 میلیارد و 900 میلیون تومان چکش خورد. تابلویی از حسین زندرودی 3 میلیارد و 550 میلیون تومان به فروش رفت و مجسمه پرنده های بهمن محسس هم 2 میلیارد و 650 میلیون تومان چکش خورد. دهمین حراج هنر تهران 5 فروش بین 1 تا 2 میلیارد تومان داشت. مجسمه ای از جازه طباطبایی، خودنگاره ای از کامران یوسف زاده، یک اثر نقاشی خط و یک نقاشی از فرهاد مشیری و نقاشی خط دیگری از کوروش شیشه‌گران جزو این آثار بودند. همچنین در این حراج 3 اثر بین 500 تا 1 میلیارد تومان چکش خورد. ما در فضای بازار داخلی مبناهایی رو پیدا می‌کنیم برای اقتصاد هنر و این مبناهایی که در بازار داخلی پیدا می‌کنیم فرصت اقتصادی و ارتباطی برای ما میده در بازارهای جهانی. طبعا حضور آثار هنری ایران در جهان و از جمله در بازارهای جهانی به معنای حضور فرهنگ و هنر ایرانی در جهان است. در دهمین حراج هنر تهران 14 اثر مجسمه، 75 اثر نقاشی، 6 اثر عکس و 19 اثر نقاشی خط به چشم می‌خورد. همچنین در میان 105 هنرمند این حراج 16 هنرمند درگذشتند و 89 هنرمند در قید حیات هستند. دهمین حراج هنر تهران محل کشف استعدادهای جوان و تازه و نیز درخشش هنرمندانی بود که در سالهای اخیر به حراج راه یافتند.